الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارز سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های فتوای روز جمعه است و امروز جمعه دیگری رو داریم سپری می‌کنیم، روزی از روزهای مبارکی که در آن دعا مستجاب می‌شود، روزی که در اون عبادات اجر ویژه دارد و از جمله صلوات فرستادن بر پیامبر علیه الصلاه و السلام. نگاه دیگری به آنچه که در میدان مبارزه ملت ایران برای رسیدن به آزادی، رسیدن به کرامت انسانی، رسیدن به حقوق اساسیشون از سه ماه و اندی است که شروع کرده اند و این جنبش، جنبش مبارک و تداومداری خواهد بود برای برچیده شدن ظلم و ستم از این کشور عزیز. ملت ایران استحقاق این رو دارند که در کمال رفاهیت زندگی کنند، استحقاق این رو دارند که از همه خیراتی که وجود داره به صورت مساوی استفاده کنند، همه حق دارند که برخوردار باشند از اون حقوق اساسی که هم شرع و هم دین و هم حقوق بشر به اونها میدهد. و اما ما شاهد همزمان که شاهد مبارزه مستدام شما ملت ایران هستیم، شاهد فروریزی و فروپاشی این سیستم دیکتاتور هم هستیم. اونجایی که رهبرشون دست به دامن روزخونها می شود، نشانه این هست که نخبگان، علما و شخصیت‌های بارز و رمزهای اجتماعی و سیاسی و ورزشی و هنری همه پشت کردند به این نظام و جایی برای اون نمونده مگر اینکه پناه ببرد به اینکه روزخون. و شما هم میدونید که روزخون ها چی میگن و چیکار میکنن. این همون لباس شخصی ها هستند، اینا همون چماق به دست ها هستند که در وقت ضرورت و نیاز حکومت‌های دیکتاتوری پناه می‌بره به این دروغ سرایانی که بر منابرشون شاید الان بیش از چند صده هست که دروغ تحویل مردم میدن و بغض و کینه و حقد و دشمنی رو در دل ملت ایران و شیعیان می‌کارن نسبت به سواد اعظم امت اسلامی که اهل سنت، نسبت به زنان پیامبر، نسبت به صحابه پیامبر. و این علامت بسیار بارزی است که در بدترین شرایط خودش قرار دارد این نظام و رهبرش و بدتر از این هم خواهد شد و پیروزی شما ملت ایران نزدیک است و حق هست بر همه آزادی خواهان و همه آزادگان که از جنبش شما حمایت کنند و همچنین بر شما هم واجب هست که آگاه باشید کسانی ثمره تلاش و مبارزه شما را ندزدند. همونطوری که در انقلاب 57 ملت ایران انقلاب کردند اما آخوندها نتیجه انقلاب را دزدیدند. ملت به خاطر اعتمادی که به اونها داشتند و تصوری که از اینها ساخته بودند که حتما حرف راست میزنند، اما همه ی حرفاشون دروغ شد. تمام وعده هاشون، وعده هایی که به ملت ایران داده بودند، وعده هایی که به اهل سنت و رهبران اهل سنت داده بودند، وعده هایی که به اقوام داده بودند، همه اونها دقیقا 100% ضد اون شد. به امید پیروزی همه ملت های ستم دیده بر دیکتاتورها و ظالمین و امیدوارم همه ما به زودی شاهد سقوط یک دیکتاتور دیگه ای باشیم و سرانجام اون رو ببینند مردم رو
و دیکتاتورهای دیگه عبرت بگیرند. میرم سراغ سوال شما عزیزان. خب بیننده عزیزی میگه از شما بزرگواران میخواهم که قواعدی که میتوان بر آن با آن برای شخصی حکم کفر یا نفاق یا فسق او را صادر کرد بیان کنید و میگه با توجه به اینکه بنده در ابتدای طلب علم شرعی هستم. بله. حکم دادن وظیفه ما نیست، یعنی حکم دادن بر این که کسی کافر، یکی فاسقه، یکی منافقه، یکی فلان، این در اساس بر عهده ما نیست، بلکه خداوند متعال اون رو تعیین کرده. ما می توانیم به صورت کلی بگیم هر کسی که چنین ویژگی هایی رو داشته باشد این کافر است، هر کسی چنین ویژگی هایی رو داشته باشد منافق است، هر کسی این صفات رو داشته باشد فاسق است. ما میتونیم بر اون اساس حکم کنیم، ولی نمیتوانیم به عینه بگیم این کافره مگر اینکه از اون شخص کفر عیانی رو دیده باشیم. به قول، به تعبیر حدیث که در حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام آمده است که الا ان تروا کفرا بواحا، یعنی اینکه شما یک کفر صریح از طرف مقابل بشنوی، اون وقته که میتونی بگی این کافر. و اما به کسی گفته بشه کافر هست، آیا این فوشه؟ آیا این فوش دادن و توهین کردنه؟ این فوش نیست، توهین کردن هم نیست، بلکه در یک جایگاه اون شخص کافر نسبت به اسلام، ما نسبت به شرک کافریم و لذا اومده است که میگه شما در آیات قرآن کریم هست که شما به دین ما کافرید، ما هم به دین شما کافریم، یعنی دین شما را قبول نداریم، اون هم دین ما را قبول ندارن. در نتیجه این به معنی کفر، یعنی اگه به یکی گفتی کافری، به این معنی نیست که به اون توهین کردی، ولی حکم دادن وظیفه ما نیست. حتی بعد این که ثابت شد یک انسانی کافره، وظیفه شما در مقابل اون شخص این نیست که شما، یعنی شما قاضی نیستید که حکم شرعی رو اجرا کنید، قاضی نیستید که بخواید احکام شرع رو اجرا کنید. همه مردم در مقابل دیگران هر عقیده و فکری داشته باشند میتونید با دلیل و برهان با اونها مناقشه کنید، میتونید جدل و بحث کنید، اما نمیتونید وارد بشید به اقدامات فیزیکی یا پرخاشگری یا اعمال تروریستی. وظیفه اگر حکم شرعی نسبت به اون شخصی که اعلان کفر کرده است باشد، دادگاه این رو تشخیص میدهد و اون دادگاه باید دادگاه صالحی باشه. و لذا نمیشود، به هیچ وجه نمیشود که با شبهه و شک حکم کفر کسی رو داد. مادام کسی دارای شبهه‌ای باشه، دارای شکی باشه، از روی شبهه، از روی نادانی، از روی ناآگاهی کفری ورزیده باشد، نمیتونی شما حکم کفرش رو بدی، مگر اینکه عرض کردم یکی از مسلمات واضح و صریح دین رو انکار کرده باشه. بریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و میگه کدام وقت از نمازهای یومیه در قرآن بیشتر اهمیت داده شده است؟ همه نمازهای فرض، یومیه منظورش پنجگانه، فرض پنجگانه هست، همه اینها فرضن و همه اینها مهمن، ولی در قرآن کریم بحث صلات الوسطا را کرده است. صلات الوسطا مقصود نماز عصر هست. به همه نمازها دستور داده شده است و نماز عصر به خاطر جایگاهش، به خاطر اینکه خیلی از مردم به اون کم توجهی شاید میکنند یا از اون غافل میشوند، خداوند به تأکید
فرموده است نماز بخوانید و نماز وسطا رو، نماز وسطا یعنی نماز عصر رو. و در اهمیت خوندن نماز صبح هم پیامبر اکرم علیه السلام فرموده است که دو رکعت در نماز صبح، مقصود دو رکعت سنته، اون دو رکعت سنت خیر من الدنیا و ما فیها. یا در مورد جماعت نماز صبح فرمود اگر بدانید که در آمدن برای جماعت در نماز صبح چه اجری نهفته است، فرمود لأتوها ولو حبون، اگه بدونید چقدر پاداش میگیرید حتما می اومدید، حتی اگر با سینه خیز بود، با چهار دست و پام بود، خودتون رو به جماعت میرسوندید. ولی چون نمیدونید چقدر اجر و ثواب داره کم اهمیت نگاه میکنید. یا در حدیث پیامبر فرمود علیه السلام من صلى البردین دخل الجنه، هر کسی دو نماز وقت سرد رو، مقصود نماز صبح و نماز عصر، بخواند داخل بهشت میشود. و در حدیث دیگری پیامبر فرمود علیه السلام هر کسی 40 روز نماز صبح رو به جماعت بخواند و به تکبیرة الاحرام برسد براءت یافته است از نفاق. و اما دستور به همه نمازها گفته شده است، مخصوصا نماز صبح و نماز عصر. اما سوال بعدی بیننده گفت آیا پس از مرگ والدین فرزندان می توانند به جهت آرامش روح آنها کاری کنند؟ من فکر می کنم این رو هم قبلا جواب دادیم، ولی به هر حال بازم جواب میدم خدمت شما. وظیفه ما برای اولا برای پدر و مادرمون، برای کسانی که از دنیا رفتن، بهترین کار دعای خیر. سپس کارهای خوبی که اونا میخواستن انجام بدن و موفق نشدن شما انجام بدید، و صدقه کردن برای اونها و صدقه دادن اجر و ثوابش بهشون میرسه. اگر نذری کرده اند و نتونستند به اون وفا کنند، شما به جای اونها وفا کنید به نذرشون. اگر دینی برگردن دارند، قرض کسی برگردنشونه، قرضاشون رو براتشون ادا کنید. اگر به کسی بدی کردند، بروید و از اونها حلالیت براشون بطلبید. ولی مهمتر از همه، آسونتر از همه اینها دعا کردن، براشون دعا کنید. بعد همه نمازاتون دعا کنید. سوال بیننده عزیزی میگه آیا چنین آیی وجود دارد در قرآن کریم که دلالت میکند حضرت محمد علیه السلام همسر پسرخوانده خود را عقد خود در آورده است؟ همسر پسرخوانده خود، ببینید اولا پسرخواندگی رو ابطال کرد شرع. قبل از اسلام پسرخواندگی بود و مردم فرزند دیگران رو می آوردن و اون رو فرزند خودشون می کردن، می گفتن این فرزند ما، اعلام می کردن، می گفتن ما این رو به فرزند خواندگی قبول کرده ایم. بعد از اون هم مردم دیگه پدر و مادر اصلی اونها رو فراموش می کردن و این فرزند رو نسبت می دادن به اون کسی که پدر خواندهش هست یا مادر خواندهش هست، و همه حقوقی که فرزندان عادی داشتن اونم داشت. ولی بعد از اسلام در مدینه دقیقا یادم نیست در چه سالی، سال هفتم یا هشتم هجری بوده یا قبل از اون، که آیه نازل می شود و فرزند خواندگی رو ابطال می کند. خداوند اعلام می کند که این تموم شد دیگه. بعد از این هیچ کسی حق نداره فرزند کسی دیگری رو به خودش یا به کسی دیگری نسبت بده. شما نمیتونید بگید مثلا امر که فرزند فرض کن فلان بوده نسبتش بدی به خودت یا به دیگران. بعد فرمود ادعوهم لآبائهم، اونها رو به پدر و مادرانشون نسبت بدید، به آبائشون نسبت بدید، نه به خودتون. و بقیه حقوق دیگری که اونا فرزند خوانده رو مثل فرزند خودشون حساب میکردن همه رو الغا کرد. به نص قرآن کریم اینا الغا شد. یعنی
اون فرزند خوانده دیگه محرم نیست، به همسرتون محرم نیست، به خواهرتون محرم نیست، به مادرتون محرم نیست، هیچ محرمیتی نمیمونه. بله محبت میمونه، اعتماد میمونه، دوستی میمونه، حمایت میمونه، امور معنوی میمونه، اما امور دیگری که حکم شرعی برش مترتب میشه نمیمونه. و مثل فرزند خودت نیست که اگر زنشو طلاق داد، پدرت نمیتونه با زنی که تو باز ازدواج کردی و طلاق دادی ازدواج کنه. ولی شرع اومد این رو باطل کرد، گفت که دیگه این رابطه وجود نداره، مادامی که محرمیتی وجود نداره بعد از اون تمام چیزهای دیگه برمیگرده به حالت عادی و روال خودش. و اما کسی که پسر خوانده پیامبر بود، فرزند خوانده پیامبر بود، زید بود. زید قبل از اینکه قانون یا دستور خداوند برای ابطال باطل کردن پسرخواندگی نازل بشود، پیامبر زینب رو خواستگاری کرده بود برای زید. زینب دختر عمه رسول الله علیه الصلاه و السلام است، از اشراف بزرگ قریش است. اما زید یک برده ای بوده که پیامبر اون رو آزاد کرده و فرزند خودش خوانده اون رو. اختلاف طبقاتی بینشون وجود داشت. ابتداعا زینب رضی الله عنها رضایت نمیداد به ازدواج با زید رضی الله عنه، ولی وقتی که فهمید پیامبر ایشون رو فرستاده، رضایت داد و ازدواج کردن با هم دیگه. و بعد از مدت ها بین این دوتا اصلا هیچ میانه خوبی با هم نداشتن، زندگی خوبی با هم نداشتن. و زید مرتب می اومد به پیامبر میگفت میخواد طلاق بده، و پیامبر میگفت که صبر کن، نگهدار، صبر کن، و اون رو توصیه میکرد به اینکه صبر کنه و طلاق نده. و نقطه ای لازمه بگم که زید تنها این نبود که بگید فقط با زینب این مشکل رو داشت، بلکه در کتب تاریخ اومده بیش از 5 زن ازدواج کرده با 5 زن و اونها رو هی ازدواج میکرده و طلاق میداده، با هم سازش نداشتن و طلاق میداده. و این امر طبیعیه، به خاطر این رو میگم که شماها بدونید که طلاق دادن هم گناه نیست، نه حرامه نه گناه. اگه 2 نفر با هم نتونستن زندگی کنن طلاق بده. و اما وقتی که به اینجا رسید که دیگه نمیتونن ادامه بدن، خب طلاق داد. بعد اینکه در خداوند فرمود بعد از اینکه زید زنش رو طلاق داد، به پیامبر دستور داد، گفت با زینب ازدواج کن. به دستور خداوند دستور داد خداوند که با زینب ازدواج کنه. پیامبر این رو دوست نداشت، این رو گفت که خداوند آیه نازل کرد، گفت که چیزی رو که تو به دنبال رضایت مردمی که مردم حرف نزنن، بگن با پسر خواندهش ازدواج کرد، در حالی که طلب رضایت خداوند اولاتره. حق این هست که دستور خدا را اطاعت کنی. و پیامبر هم با زینب ازدواج کرد. این داستان، این ازدواج کردن پیامبر با زینب 2 جنبه داره. یکی جبران کردن گذشته ای که زینب به خواست پیامبر ازدواج کرد با زید و زندگیش اینطوری شد، هم جبران گذشته هست برای زینب که از لحاظ شخصیتی و اجتماعی و مکانت و جایگاهش کل اون سختی ها براش جبران خواهد شد، مکانت اجتماعیش خیلی بالاتر خواهد رفت. و از طرف دیگه یکی از چیزهایی که زینب رضی الله عنها بهش افتخار میکرد، میگفت که به زنان دیگه پیامبر میگفت، میگفت شما همتون ازدواجتون ازدواج عادی بوده، ولی من به دستور خداوند با پیامبر ازدواج کردم. و به این افتخار میکرد که آیه نازل شده در این که با پیامبر ازدواج کرد. از ماجرای ازدواج کردن حضرت رسول علیه السلام با زینب که قبلا همسر زید بوده و زید هم قبلا پسرخوانده پیامبر بوده، این هست. این امر خداوند بود برای اینکه دیگه برای همیشه باطل بشه. بعد از اون دیگه کسی فکر نمیکنه که اگر فرض کنید اولا کسی دیگه تموم شد، بحث اینکه کسی بیاد بگه پسرخوانده محرمه، نه محرم نیست. پسرخوانده ای که شما آوردید، پسرخوانده خودت کردی، اگه شما فوت کردی میتونه با زنت ازدواج کنه، چون این پسرخوانده پسرت، محرم نیست.
اگر اون پسرخوانده شما فوت کرد میتونی با زنش ازدواج کنی، یا طلاق داد میتونی با زنش ازدواج کنی. یعنی محرم تو نیست، محرم زنت نیست، محرم بچه‌هات نیست. بله میتونه روابط بسیار صمیمی به این وجود داشته باشه، ولی محرمیت شرعی وجود نداره. دوستی، برادری، حمایت از هر جهتی، همه اینها وجود داره، همونطوری که برای زید وجود داد، و زید کسی بود که پیامبر ایشون رو بسیار دوست داشت. و فرزند زید اسامه معروف بود به اینکه حب رسول الله، میگفتن که محبوب رسول الله هست، ایشون رو دوست داشت. و اون روابط معنوی و اخوت و برادری همچنان سر جاش باقیه، ولی روابط محرمیتی که وجود داشته با این ازدواج، خداوند برای همیشه برای ماها، برای نسلها پایان داد به اون که کسی تصور دیگری در مورد فرزندخوانده ها بکند. میرم سراغ بیننده عزیز دیگری. این بیننده عزیز سوالهای زیادی پرسیده بودن، ولی خب کسای دیگری هم منتظرن که سوالاشون رو جواب بدن. بیننده عزیزی گفتند که سلام، اگر داماد در جواب پدر خانومش بگوید من دخترت رو طلاق دادم و به جد این حرف رو بزند، زنش که در حال نامزدی باشد، حکمش چیست؟ آیا طلاق هست یا طلاق نیست؟ بله، اگر کسی، یعنی اگر حالشون میگه، اگه داماد، اگه کسی بعد میگه در حال نامزدی، ببینید بعضی جاها نامزدی رو فقط به همین که رفته خواستگاری و وعده بهش دادن دیگه میگن نامزدشه. اما در درستر این هست که نامزد اونی هست که جواب مثبت داده و عقد کرده. اگه عقد کرده بعد از عقد بگوید دخترت طلاق است، دخترت رو طلاق دادم، این طلاق واقع میشه. این عبارت دو تا معنا داره، یا عبارت اخباری خبر میده به طرف، میگه دخترت تو طلاق دادم تموم شد، یا اینکه انشاییه بگه دخترت طلاق است. این هر دوش طلاق واقع میشه. اخباری باشه، خبر میده از اینکه این کارو کرده، مگه اینکه دروغ گفته باشه و اونم شاهد و دلیل میخواد برای اینکه دروغ گفته باشه. و دوم اینکه انشایی که باشه، یعنی خبر نیست، میگه الان میگه این دختر تو طلاق است. در هر دو صورت طلاق واقع میشود، عرض کردم، مگه اینکه بگه دروغ گفتم و دلیلی هم باید براش بیاره، وگرنه ظاهر کلام ایشون دلالت بر این داره که این طلاق واقع شده. بیننده عزیزی گفتند که سلام استاد گرامی، استاد من خیلی وقت دنبال اینم که اگر الله متعال توفیق بدهد برم دارالعلوم دیوبند هندوستان، ولی نمیدونم چگونه و از کجا شروع کنم برای ثبت نام و پذیرش در دارالعلوم دیوبند هندوستان. تو رو به الله متعال اگر اطلاعی در مورد نحوه پذیرش و ثبت نام دارالعلوم دیوبند هندوستان دارید، فقط برای الله راهنمایی کنید. من اطلاعی ندارم در اینکه چطوری شما بروید و ثبت نام کنید و ارتباط بگیرید. شما ببینید اگر سایتی دارن سرچ کنید، اگه سایتی هست سایتش رو پیدا کنید و ثبت نام کنید. و شما میتونید که از مدرسه مکی دارالعلوم زاهدان ارتباط بگیرید و از اونها معلومات بخواید، و معلومات کافی هم در اختیارتون میگذارن. اونجا جاییه که به هر حال تعدادی از علمای دیوبند هستند و میتونید از اونها معلومات کافی رو بگیرید. و شما وقتی که مدرسه به خوبی، مدرسه مکی، مدرسه زاهدان رو دارید، چرا به دنبال اینید که باید حتما در هندوستان این اتفاق بیفتد؟ وقتی که شما مقداری، مخصوصا اینکه ظاهر کلامتون این رو نشون میده که در ابتدای طلب علم هستید، وقتی در ابتدای طلب علم هستید سعی کنید در همون جایی که خودتون زندگی میکنید و نزدیک شماست شروع کنید. مقداری که از لحاظ علوم پایه رو خوندید و از لحاظ علوم پایه پیشرفت کردید،
اون وقت میتونید برای تخصص، مثلا در هندوستان علم حدیث خیلی کار کردن انصافا و علمای بارزی در اون زمینه وجود داره، میتونید برای تخصصتون برید و اونجا تخصصتون رو بگیرید. ولی اگر شما نزدیک به مدرسه دارالعلوم زاهدان هستید حتما برید اونجا، و در جاهای دیگر مختلف بلوچستان مدارس دینی و علوم شرعی بسیار وجود دارد، چرا به اونجا مراجعه نمی کنید؟ و همچنین در کردستان هم حجره های زیادی هست که علوم شرعی رو درس میدن و امام حسین اونجا هم بسیار باسواد و اهل علم هستند و میتونید مخصوصا علوم پایه رو به خوبی میتونید از اونجا بیاموزید. سعی کنید که به دنبال اینکه کار خودتون رو سخت کنید نروید. ابتداءً هر چی که در دم دستتون هست استفاده کنید. عرض کردم اگر شما در ابتدای طلب علمتون هستید، خب دیگه لازم نیست این همه رنج رو به خودتون بدید. همون علوم رو در اطراف خودتون، نزدیکای خودتون میتونید بیاموزید نزد کسی و سپس برای ادامه و تکمیل اون جاهای بالاتر و بیشتری برید. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم، آیا به جای الله می توانیم از کلمه نوشته خوا استفاده کنیم؟ ظاهرا کرد هستند ایشون. بله، ببینید کلمه الله، خدا ترجمه کلمه الله نیست، ترجمش نیست. شما اگه بگیم مثلا لفظ الله ترجمش میشه خدا، ولی لفظ الله جامع همه صفات هست و اسم ذوالجلال هست و اسم اعظم هست، و لذا هر اسم دیگری، هر نام دیگری از نامهای خداوند میتونید به خداوند بگید. لذا خدا گفتن جایزه، ولی مقصودت این نباشه که این ترجمه هست. اگه کسی به شما گفت مثلا الله معنیش چی هست از لحاظ لفظی، شما نمیتونی بگی خدا، زیرا خدا یا خداوند در اصل به معنی رب هست، به معنی صاحب هست، به معنی مالک هست. شما به کتابایی هستن که در شرح این مفردات رو میدن، کتابی هست که مصطلحات اربعه، اگه اون به این کتاب مراجعه کنید معنی اله و معنی رب رو به شما خواهد گفت، در اونجا این معانی وجود داره. ولذا کلمه خدا یا به کردی خوا یا خواون به معنی همون خواون هست، یعنی صاحب، یعنی مالک، صاحب، به این معنی هست، و مقصود اصلی همون ذات الله تعالی هست، پروردگار. شما هر وقتی که بگی پروردگار به معنی رب العالمینه، به معنی الله نیست پروردگار، معنی رب العالمین هست. ولی درسته بگی پروردگار، درسته بگی خدا، درسته بگی، خواستی هم بگی الله، خب دیگه معروف و موضوع. ولی همه این اصطلاحات، همه این کلمات، حالا به هر زبانی بخوای بگی، مقصود تو ذات الله تعالی هست. امیدوارم که متوجه شده باشید. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد بزرگوار، کسی که قرضدار هست با وجود میتونه پول داره برای اسراف بیجا خرج میکنه ولی قرضش رو نمیدهد، اگر بخواهیم حتی قهرم میشه، چه باید کنیم؟ هر طوری که شده بگیریم. شما میتونید قرضتون رو طلب کنید، ایشون ناراحت میشه بشه، مشکل خودش هست، و اولا نباید ناراحت بشه. دوما پیامبر علیه السلام فرموده است که مطل الغنی ظلم، اون کسی که داره ولی مماطله میکنه، نمیده، هی نگه داشته نمیده، هر وقت هم بهش بگی به قول شما ناراحت میشه، این طرف داره ظلم میکنه. و خداوند از جمله کسایی که فرموده از داخل آتش جهنم میشن و عذاب میبینن کسی است که قرض داد، مقروض بوده و پس نداده. حتی شهید، کسی که شهید فی سبیل الله هست، رفته جانش رو داده و به خاطر اعلای کلمت الله کشته شده،
اگر دین کسی برگردن اون باشه وارد بهشت نمی شود تا زمانی که قرض رو پس بده. و کسی رو آمدن گفتن یا رسول الله فلانی فوت کرده، من بیایید برش نماز میت بخونید. پیامبر فرمود آیا قرضدار هست؟ گفتن بله. گفت برید خودتون نماز رو بخونید. یعنی پیامبر این فضیلت رو به اون نداد. اینکه پیامبر نماز جنازت رو بخونه فضیلت بسیار بزرگیه، ولی چون قرضدار بود پیامبر این کار رو نکرد، گفت خودتون بخونید. تا زمانی که یکی از صحابه رفت قرضش رو گردن گرفت و گفت که قرضش رو به گردن من پرداخت میکنم، اون وقت پیامبر اومد نماز شد. لذا قرض امر بسیار خطرناکی است. کسی که به شما قرض میده داره یک کار خیر میکنه، شمایی که پس نمیدی مانع خیر میشی، باعث میشی که دیگه قرض از بین بره و مردم قرض ندن به هم دیگه، در حالی که به هم نیاز دارن. و واقعیت امروز جامعه رو بخوای این گونه شده، مردم از دادن قرض میترسن، دوست دارن که صدقه بدن ولی کسی ازشون قرض نخواد. چرا؟ چون قرض رو میبره پس نمیده. همین باعث میشه که دچار تفرقه میشن، میاد قرض میبره، شما هم قرض بهش میدی از انسانیت خودت، بعد قرض رو پس نمیده، وقتی بهش میگی ناراحت میشه، دلها از هم دور میشه، تفرقه پیش میاد بین دو کسی که دوست بودن به خاطر قرض، در حالی که ایشون خواسته است که انسانیت کنه. و پیامبر فرمود کسی که قرض میکند و نیتش این هست که پس بدهد، خداوند او رو کمک خواهد کرد که پس بدهد. و اون کسی که قرض میبره ولی نیتش پس دادن نیست، خداوند اون رو توفیق نخواهد داد برای پس دادن، همچنان اون قرض برگردنش خواهد بود. ولی شما هیچ گناهی ندارید، ایشون ناراحت میشه، خودش میدونه، قرضتون رو طلب کنید، ولی به خوبی طلب کنید نه به بدی. یکی اومد خدمت پیامبر علیه السلام، پیامبر چیزی رو قرض گرفته بود از ایشون و اونم اومد با بدی، و البته شخص یهودی بود، به بدی طلب کرد قرضش رو. و یکی از صحابه بلند شد که یعنی بدرفتاری اون رو جواب بده. پیامبر فرمود بشین، به جای اون به اون بگو درست طلب کن، به منم بگو که طلبشو بده. و اما رسول الله علیه السلام اگر قرض کردن قرض کسی رو به تأخیر نینداختند و دعا هم کردند، که همیشه این رو میفرمودند که اللهم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم، خدایا به تو پناه میبرم از گناهکاری و قرضداری. صحابه گفتن یا رسول الله چرا همیشه این دوتا رو با هم طلب میکنی؟ از خدا پناه میبری از شر این دوتا، گناه و قرض. فرمود وقتی که کسی مقروض میشه مرتکب گناه هم میشه، وعده میده وعده خلافی میکنه، تعهد میده اما وفا نمیکنه، و مجبور میشه دروغ هم بگه، میای در خونهش میگه به بچهش میگه برو بگو خونه نیست، خب این دروغ گفته، به بچهش هم یاد داده دروغ بگه. لذا سعی کنید از قرض دوری کنید، و اگر هم قرض کردید از لحظه اول نیتتون این باشه که قرضتون رو پس بدید. بیننده عزیزی گفتند که ببینیم شما. سلام علیکم استاد، جواب علی خوب سلام در هم بلو بشد استاد زوانست. در اون سایت که به شما گفتم اول سیاری که شروع میکنم مثلا 100 تومن خود اون سایت رو پاداش میده برای اون که با هم 100 تومن مثلا کار کن. مثلا تا امروز من کار کردم با اون سایت، هم سطمان خود سایت که مثلا بیم داره، ولی یه ریالش هم استفاده نکردم و نمی کنم. من اون مثلا تو کارت هم 136,500 تومن
پول اومده این آتیشش رو دارم یا یک کاری دیگه ای که شما میگین بهتره تونه انجام بدم. الان شما که میدونید من راهنمایی کنید، آتیشش رو دارم یا یک کاری که باعث میشه تو انجام بدم. بیننده عزیز احتمالا از قبل چیزی گفته باشند در این مسئله، ولی من چیزی نمیبینم در این باره. بله، به هر حال اگه یک بار دیگه پیامتون رو بفرستید و توضیح بدید که اون معامله ای که کردی چی است. ولی در هر صورت، در هر صورت شما حتی اگر ربا هم اومده باشه داخل پولتون، سوزاندن اون شرعا جایز نیست. چرا اون رو بسوزونید؟ اون پولا که ذات اون پولا نجس نیست، طرق کسب اون حرامه. ببینید مالهایی که حرامن یا چیزهایی که حرامن دو دسته هستن. یک دسته راه کسب اونها حرامه، یک دسته دیگه هستن ذاتشون حرامه. خب طرق کسبشون هم حرام. اونی که ذاتش حرامه مثل مشروب الکلی، مثل مخدرات. شما فرض کنید الان یک کسی دو صندوق مشروب الکلی توی خونش داره و بعد متوجه میشه کار بدی کرده، بعد الان میخواد توبه کنه. توبه میکنه و اون مشروبات الکلی رو از بین میبره، نمیتونه اونا رو بفروشه. حرام فروختنشون چون ذاتشون حرامه. اما فرض کنید مثال دیگه، این برای چیزی است که اصل و اساسش حرامه و چیز دیگری هم هست که راه به دست آوردن اون مال حرامه. مثلا شما یک معامله ربوی انجام دادی، الان سودی کردی از طریق ربا و این حرام و گناه کبیر است، ولی الان میخوای توبه کنی، آیا اون پولا رو آتش بزنی؟ نه خیر، جایز نیست اون پولا آتش بزنی. برای خودت مصرف کردنش حرامه. حرامه که مصرف خودت و خانوادت، کسایی که نفقهشون به عهده توه، مصرف اونها کنی. ولی اون پول رو میتونی به دیگرانی که نیاز دارن بدی. صدقه نیست، ولی چون برای خودت حرامه، برای دیگران حرام نیست. راه کسبش، تو راه کسبش هستی، از طریق تو کسب شده، تو رفتی از طریق ربا کسب کردی، ولی ذات اونها که نجس نیست. اون پول رو میدی به هر کسی که دیگری شایسته باشد و نیاز داشته باشد، یا هر کسی دیگری نیاز هم نداشته باشه، برای دیگران جایزه. چون این صدقه نیست که بگم فقط به نیازمند بده، ولی اگه به نیازمند بدی بهتره. برخی از اهل علم هم گفتند که اگه توبه کردی و پول ربوی در مال تو وجود داره، اون رو میتونی صرف امور عام المنفعه کنی، یعنی صرف چیزای عمومی بکنید. و اما شما چون یادم نیست که سوالتون چی بوده و در جوابهای قبلم نگاه کردم چیزی ندیدم، سعی کنید واضح و روشن بگید که معامله‌ای که کردید چی هست و از کجا اومده، چطوری معامله میکنید، تا من بفهمم آیا راه کسب این پول حلال هست برای شما یا حرام. بیننده عزیزی گفتن سلام، خوبین، خسته نباشید. واقعیت دارد بعد طلاق پشیمانی داره. ببینید بعد اینکه طلاق دادی، دیگه طلاق دادی تموم شده، یعنی پشیمانی بعد طلاق معنی ندارد و اثری هم نداره، هیچ تأثیری نداره. شما طلاقتون واقع شده، بعد اینکه طلاق دادی طلاق واقع میشه، پشیمان بعدی هیچ تأثیری روی این نداره که شما بگید خب پشیمون شدم پاکش کنم اون طلاق رو، پاک نمیشه، طلاق واقع شده. یک طلاق واقع شده، دو طلاق دیگه براتون مونده. بیننده عزیزی گفتند که سلام استاد، وقت بخیر. آیا اجرت المثل شرعی است؟ آیا یک سوم داره مرد در حیات هر دو برای زن است؟ با تشکر. ببینید ایشون اجرت المثل با مهر المثل فرق داره. اجرت المثل اینه که شما یک کارگری رو بیاری ولی باش قرارداد نبندی که چقدر بهت میدم. بری از بازار یک کارگری بیاری تا شب کار کنه، شب حالا میخواد دستمزد بگیره، اون وقت میخوای مثلا چقدر اجرت بهش بدی، چقدر حقش رو بهش بدی، اجرت المثل رو حساب میکنی. یعنی
مردم دیگه کارگر عادتا تو بازار روزی چقدر حقوق میگیرن؟ اونایی که کارگر روزانه هستن شما اون اجرت المثل رو بهشون میدید، عین اونی که توی بازار هست بدون کم و کاسی بهش میدید، یا این که چیزی که هر دوتون راضی باشید برش، بیشتر بدی بهتره ولی نباید کمتر بدی. اما در مورد مهر المثل هست، مهر المثل در مورد خانمهایی هست که مهریش رو تعیین نکردند، یعنی مهریه تعیین نکردن، الان متوجه شدن که باید مهریه تعیین میکردن، خب مهر المثل بشن. مهر المثل چیه؟ یعنی مهریه ایشون هم مثل کسانی است که در سطح ایشون هستند، خواهرش، دختر عموهاش، دختر عمهاش، دختر خاله‌ها، اون روستایی که توش زندگی میکنن، اون شهری که هست، عرف اون شهر در مورد مهریه چیه؟ مهر مثل یعنی مهر دخترانی که مثل ایشون هستن، در مستوای ایشون هستن، همون مهریه رو به ایشون هم میدید مادامی که از اول مهریه رو تعیین نکردید. اما در مورد سوال دومش میگه اگه آیا یک سوم دارای مرد، نه خیر، یک سوم دارای مرد به زن نمیرسد، هر دوشون، بعد میگه هر دو برای در حیات، هر دو در حیات زن و مرد، خب از کجا این دارای یک سومش به زنش برسه؟ ایشون اگه کارمنده، اون زن اگه کار میکنه حقوقی میاره، یا اینکه خانواده دارن یه ثروتی درست شده، یه درآمدی درست شده که این درآمد با تلاش هر دوشون درست شده، زن و مرد، در نتیجه در این صورت هر دو به اندازه آوردهشون سرمایه دارن و درآمدهایی که کسب شده به اندازه تلاش هر کدومشون به اندازه خودشون. اگر مثلا مثال عرض میکنه، فرض کنید مرد میخواد یک مغازه بزنه، 200-300 میلیون آورده، زنش هم 100 میلیون آورده، خب در این صورت ایشون زن یک چهارم اون کل 400 میلیون آورده، 300 میلیون مرد آورده، 300 میلیون مرد آورده، 100 میلیون رو هم زن آورده، خب یک چهارمش مال زنه، سود اون مغازه حساب میشه، یک چهارمش دوباره تعلق میگیره به سرمایه اون زن. و یا اینکه بر اساس اتفاقی که بکنن در کتب فقهی، مخصوصا در فقه مالکی، بخشی وجود داره به عنوان حق السعی و النکد، یعنی حقوق سعی و تلاش و زحمتی که زن کشیده برای اینکه اون ثروت خانوادگی درست بشه، این حق رو داره درش، و اگه تلاشی از ایشون وجود داره برای این به وجود اومدن این ثروت و سرمایه، حقش هست. ولی اگر نه، هیچ تلاشی وجود نداره، هیچ سرمایه‌ای هم نآورده، هیچ تلاشی هم نکرده، کارمندی هم نبوده، درآمدی هم نداشته، اون وقته که فقط حق الارث خودش بهش تعلق میگیره. اگه فرزند داشته باشن یک هشتم، اگه فرزند نداشته باشن یک چهارم ارث اون زن هست. بیننده عزیزی میگوید که سلام علیکم، آیا به جای الله می... اون سوال اول، بعد میگه جزاکم الله خیر برای، آیا داستان پیامبر ابراهیم صلی الله علیه وسلم که در آتش انداخته است صحیح هست؟ خب ایشون میگن بله حتما صحیح هست، چون در قرآن کریم داستان آتش انداختن حضرت ابراهیم هست و این داستان واقعیه، بله وجود داشته و حاکم اون وقت که نمرود بوده دستور میده آتش بزرگی رو میسازند و بعد منجنیق درست میکنند و از طریق منجنیق حضرت ابراهیم رو در داخل آتش میندازند و خداوند دستور میده به آتش، نه سایه قرآن کریم است، کونی بردن و سلامن، و خداوند به آتش میگه هم سرد باش هم سالم باش برای حضرت ابراهیم، سلامینی حضرت ابراهیم، دل اون آتش میاد بیرون در حالی که سالم
و سر حال هست. بعدشون میگه استاد کامران کریم رو میشناسی؟ بله، اینشون رو از طریق مواقع تواصل اجتماعی میشناسم، شخصا آشنایی با ایشون ندارم، ولی چیزهای اونایی مطالبی رو که از ایشون دیدم بسیار عالیه، قابل استفاده است و شما میتونید از ایشون بسیار استفاده ببرید. بیننده عزیزی میگه که علم یا درس خواندن در قرآن شریف فرض است. من چندین مطلب رو این رو گوش کنید. بله استاد مطلب، سلام علیکم. اصلا تکنم وقتی گرم بایی شما ندگرم. استاد مطلب، طالب علم چلنگ در بچه هان دارن واقعی حتی که در قرآن علم فرض نیست. اما این سوال یکی از سران طالبان گفته که در قرآن کریم نیامده است که علم فرض است. ببینید در قرآن کریم خیلی چیزا به اون لفظی که ایشون میگه نیامده. در قرآن کریم نیامده که بگه غذا بخوری فرضه. در قرآن کریم نیامده که تو راه بری فرضه. در قرآن کریم نیامده بخوابی فرضه. ولی همه اینها جزو ضرورات اساسی است. نفس کشیدن در قرآن نیومده تو فرض بر تو نفس بکشی، ولی از فرضم بالاتره. آیات قرآن کریم همش علمه، خود قرآن کریم علمه، کتابه. این کتاب رو باید بخونی، این خوندن معنی داره. وقتی شما میگی علم فرض نیست، حرف بسیار بسیار مغالطه آمیزی است. ولی در قرآن کریم شما پیدا نمیکنید بگه ای مردم همتون فقیه و علامه بشوید، ای مردم شما برید سر کلاس بشینید. ولی در قرآن کریم آیات بسیار فراوانی وجود داره که دستور به علمه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسی که میداند و کسی که نمیداند مساویه؟ وقتی که خداوند قسم میخورد به قلم، قسم میخورد به اون سطرهایی که نوشته شده، وقتی که میفرماد ما کتاب بر تو نازل کردیم که کتاب بخونی، وقتی که در اول سوره علق میفرماد اقرا بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، علم از علم، یاد داد، علم داد به انسان که چیزی که نمیدانست، و به آدم علم داد، علم آدم الاسماء کلها. اصلا تفاوت انسان با موجودات دیگه همین علمه. و اما اهل علم، آیات قرآن کریم بسیار فراوان بحث تدبر هست، بحث تفکر هست. میفرماید افلا یتدبرون القرآن؟ خب یعنی چی افلا یتدبرون القرآن؟ آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ چه کسی میتونه در قرآن تدبر کنه؟ اون کسی که علم داره. اون کسی که علم نداره، هیچی بلد نیست، نمیدونه، به چه وسیله میتونه تدبر کنه؟ آیا همه اینها دلیل بر فرض بودن علم نیست؟ این همه آیات تفکر در خلقت بکنید، بخوانید، و امر میکند به اینکه قسم میخورد به قلم و به کتاب و کتاب رو نازل کردیم، بخوانید، دستور میدهد. اینها همه دستور بخواندنه. اما از اونجایی که دین اسلام دین رحمت و رأفته، اگر علم رو در یک اندازه بر همه مردم فرض میکرد، اون وقت خیلی از مردم گناهکار میشدن اگر علم یاد نگیرن. مثل نماز خوندن، الان بر همه فرض نماز بخونه. اگه منتظر اینه که حرفشون اینه که مثل نماز خوندن فرض میبود، اون وقت همه مردم گناهکار میشدن، زیرا برای همه ممکن و میسور نیست که اصلا علم رو یاد بگیرن در اون مستوا و در اون سطح. ولی هر کسی باید در مورد اون چیزی که قرار انجام بدهد آگاهی داشته باشد، علم داشته باشد. شما نماز میخونی، حتما بر شما فرض علم درست خواندن نماز رو بدانی. شما میری تو بازار معامله میکنی، بر شما فرضه که حتما احکام شرعی معاملات رو بدونی. شما میخوای یه صنعتی رو راه بندازی،
بر شما فرضه که علم درست انجام دادن اون صنعت رو بدونی. این در صورت تک تک افراد هست، زیرا یاد گرفت اهل علم میگن ما لا یسعو جهله، کسی که اجازه درش نیست که تو جهل داشته باشی نسبت به اون چیز. و در قرآن آیات فراوانی که جهل و نادانی و نفهمی و غفلت رو نکوهش کرده و پیامبر علیه السلام در احادیث بسیار زیادی علم رو و دانایان رو تشویق کرده و مکانت خاص داده. حضرت علی که قولی داره میگه انسان ها چند دستن، یا عالمن یا متعلمن یا اینکه دنبال رو اینها هستن، و لذا غیر از این ستا نیستن. اما علومی که به شکل تخصصی باشه این فرض کفایه هست، فرض کفایت هست. یعنی در هر سرزمینی، در هر دیاری، بر همه اون مردم، بر همشون، تک تکشون فرض هست که تمام علومی رو که باعث می شود زندگی خوبی داشته باشن، باعث می شود که بلای ازشون دفع شود، باعث می شود که رشد و توفیق پیدا کنن، بر همشون فرضه. ولی اگر تعدادی رفتن اون رو یاد گرفتن، از بقیه این فرض ساقط می شود و اون تعداد کافی. مثال عرض می کنم، علم پزشکی فرض کفاییه، باید حتما تعدادی از مردم افغانستان علم پزشکی رو بدونند. همه که بر همه فرض نیست، ولی بر تعدادی فرض. بر همه فرض ولی تعدادی انجام بدن، از بقیه هم ساقط میشه. علم سیاست هم همچنین تعدادی باید برن علم سیاسی یاد بگیرن. اگر نروند همشون گناهکارن، ولی اگر چند نفر رفتن یاد گرفتن، گناه از بقیه هم ساقط میشه. این بهش میگن فرض کفایی. مثل نماز جنازه، نماز جنازه فرض کفاییه، بر همه مردم اون شهر و روستا واجب نیست که برن نماز جنازه بخونن، ولی اگه یک نفر خوند گناه از بقیه هم ساقط میشه. بر همه فرضه ولی یک نفر به جا بیاره گناه از همه ساقط میشه. غسل میت فرض کفاییه، شما اگه یک نفر رفت اون رو غسل داد گناه از همه ساقط میشه، ولی بر همه فرض تا اون یک نفر انجام میده. علوم هم همچنین هستن، تخصصات. خداوند در قرآن کریم فرمود ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اینجا بحث جا میگه در میان وقتی که دیم جهاد که فرضه، در اونجا میگه در میان اینها تعدادی از افراد، طائفه‌ای تعداد زیادی هستن، کم نیستن، بروند تفقه در دین بکنند، یعنی فقیه بشوند. تفقه در دین به معنی فقه احکام نماز و روزه نیست تنها، یعنی کل دین رو بفهمند. فقه مطلقه، تفقه در دین بکنن. بر طائفه‌ای فرضه، لازم نیست این عده برن جهاد، اینا برن علم یاد بگیرن. اگر اینها نروند علم یاد بگیرن، همه اون ملت گناهکارن، ترک فرض کردن، فرض کفایی رو ترک کردن. لذا همه علوم در میان جامعه فرضه، فرض کفاییه، ولی یک عده میرن انجام میدن، یعنی عده میرن فقه میخونن، عده میرن حدیث میخونن، عده برن پزشکی بخونن، عده برن علوم سیاسی، عده علوم اقتصاد، عده علوم رسانه، علوم مختلفی که وجود داره، هر مجموعه ای برن تعدادی رو یاد بگیرن. فرض کفایی بر همه هست. اگر در اون جامعه علمی نباشد، اون وقته که اون علم نباشد، همشون گناهکارن. اما در مورد زنان، زنان هم برشون فرض که حتما در رشد اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشن، مثل بقیه. زنی که آگاهی نداشته باشه، علم نداشته باشه، مورد ظلم قرار میگیره، مورد تجاوز قرار میگیره، دائما باید حتما برای تأمین نیازهای خودش رو بیاره به شاید خیلی از کارهای خلاف دیگه. زن هم مکلفه مثل مرد. شما مکلفید مردان به بعضی از کارها، زنان مکلفن بعضی کارهای دیگه. امیدوارم این اندازه کافی بوده باشد.
بیننده عزیزی سوال کردند که آیا می توان با پسرخاله خود ازدواج کرد که با او شیر هم خورده باشیم یا با برادران دیگرش؟ ببینید، میگه البته با برادران دیگرش شیر نخورده باشیم. خب ببینید، با شیر، خب برادرش شیر خورده باشیم شیر نخورده باشیم، اینطوری نیست. این موضوع اینه که اگر مادر شما به یک پسری شیر داده باشد، شما نمیتونی با ایشون ازدواج کنید. اون پسر مثل برادر خودت هست. اگر مادر شما به یک پسری شیر داده باشد، با اون یک پسر شما نمیتونید ازدواج کنید، زیرا اون یک پسر شیر مادر شما رو خورده، 5 بار خورده و سیر شده، مثل برادرهای خودت هست. محرم هستید، جایز نیست با هم دیگه ازدواج کنید. ولی برادرهای دیگر اون پسر، برادرهای بزرگتر و کوچکتر، فرقی نمیکنه، همه اونها آزاد است که باشون ازدواج کنید. و اگر شما که یک دختر خانم هستید شیر خورده باشید از یک زنی، از هر زنی شیر خورده باشید، اون زن مثل مادر شماست، پسران اون زن برادرای شما هستند، دختران اون زن خواهرای شما هستند، شوهر اون زن پدر رضایی شما هست، خودش هم مادر رضایی شما هست. این قاعده کلی شیر خوردن و یا رضاعت هست. پس اون زنی که داره شیر میده به یه بچه ای، اون بچه مثل بقیه بچه های خودشه. دختر باشه مثل دختر خودشه، پسر باشه مثل پسر خودشه، دخترها و پسرای اصلی خودش با اون مثل خواهر و برادره. بیننده عزیزی میگن که میگه سلام، یکی از بستگانم آدم، نمیدونم منظور تبلا چیزی نوشتم، میگه است و در اکثر، یا تنبل میگه نمیدونم، در اکثر مواقع به جای وضو تیمم میکند. وقتی سوال میکنم میگوید نماز واجب است و من تیمم میخوانم. ببینید، این تیمم زمانی جایز است که آب وجود نداشته باشه. این حرف که میگه نماز واجب است که من این حرفا حرفای قابل قبولی نیست، مگر اینکه عرض کردم زمانی که آب باشه نتونی استفاده کنی، یا آب نباشه اصلا. آب هست ولی تو نمیتونی استفاده کنی به خاطر عذری که داری، مریضی، مشکل خاصی داری، آب خیلی سرده یا خیلی داغه، قابل استفاده نیست، اون وقت میتونی تیمم کنی. صلی الله علی محمد رسول. اذان عصر هست پیش ما. و اما این یه مورد عرض کردم. مورد دیگه ای که هست اینه که آب اصلا وجود نداره، اون وقت هم جایز تیمم کنی برای نماز خوندن. در غیر این صورت جایز نیست استفاده کنی. تیمم جای وضو رو نمیگیره، تیمم جایگزین وضو در وقتی که آب نباشه، یا آب باشه و قابل استفاده نباشه، یا تو نتونی استفاده کنی. میگه آیا در اسلام آمده است که دختر باکره را اعدام نمی کنند حتی اگر جرم سنگینی کرده باشد؟ آخوندها در زندان با آن دخترها تجاوز می کنند یا به زور کتک و شکنجه مجبورش می کنند که صیغه شود؟ البته خودم از بین مردم شنیدم که خامنه ای گفته حتی به زور صیغه کنید، این کار رو در اسلام نیامده است، اما آخوندها جنایت می کنند و مثل دروغایی که درباره دین ساختن مردم باید در خیابان ها بگویند بسیجی، سپاهی، تو دشمن خدایی. بله، ببینید این حرفی که شون میزن کاملا دروغه. این یکی از رذایل دیگری است از رذیلت های آخوندها. این جرم و جنایتی است که در حق انسانیت و در حق شرع خدا و دین خدا مرتکب می شود. تجاوز به هر زنی، به هر دختری، اگر مجرم ترین انسان هم باشه اون دختر یا اون زن، تجاوز به اون حرامه، تجاوز به اون جریمه بسیار بدی است. اگر یک زنی 100 نفر رو هم کشته باشه، شما حق ندارید بهش تجاوز کنید. هیچ کس حق نداره بهش تجاوز کنه.
حتی حق کتک زدنش هم ندارید. حق دارید که قصاص کنید، ولی حق ندارید تجاوز کنید. تجاوز کردن جریمه نابخشودنی است. اون انسان گناهکاره، مجرمه، هر کی هست. جرمی که قانون تعیین کرده و شرع تعیین کرده، اون طبق شرع باش رفتار کنید. اما اینکه بهش تجاوز میکنید که نمیدونم به خاطر اینکه نره بهشت یا به خاطر فلان، اما صیغه کردن، خود صیغه کردن یه امر باطلیه. چه به زور صیغه کنید چه به رضایت صیغه کنید، این زناست، باطله. چنین چیزی در شرع وجود نداره. متاسفانه آخر برنامه است، ولی این موضوع موضوعیه که برگه سیاه دیگری است از جنایات آخوندهایی که در ایران و در جاهایی که مثل این آخوندها وجود دارد مرتکب می شود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.